الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر اسلامی، مؤمنین خدا، همتان اخوان خدا خوشم. این بزرگ در کتاب خوش نوشته است: همیشه همیشه باید غمگین باشیم. در کدام مرحله؟ در مرحله ای که عملهای نیکی ما به سبب آفت آمدن از بین می رود. برای پول کشیلاک ساختم، برای پول خزینه ساختم، برای پول کارت ها ساختم، اما برای عمل چی؟ پول مانند زمان گفته همین روز تا بگر فکر میکنیم، باغ مان یک اسناد را یک گفته همین روز تا بگر فکر میکنیم، خانه مان یک اسناد را یک گفته با او پنجره میکنیم، قلفای خوش رو میزنیم، اما برای عمل مان چی؟ یکقدر عملوی خوب کرده استیم، قرآن گوش کرده استیم، روزه گرفته استیم، صدقه داده استیم، خیرهای نغز نغزه کرده استیم، اما اینو یکان تش جای محافظت داره یا نه؟ یک لباس سفید فخری رازی بوده آدم ها میپوشن برای چرکین شدن او احتیاط میکنن که داغ نگیرن، چرکین نشوند. آخی ایمان از این لباس سفیده گیده یکان مراتبه بوده غمی همه ایمان هم خوردیم که همون داغ میگیرم، یکان مراتبه غمی همون ایمان هم خوردیم که همون دم مقصد چیرکینی ها میشینه، آلودگی ها میشینه، یکان مراتبه غمی همون هم خوردیم یا نه؟ ایمان هم به خودش عزیزا داغ داشته، ایمان هم به خودش سیاهی ها داشته. این بزرگی خدا در کتابش نوشته ابو لیث سمرقندی: روسخره غمگین شوه، عملهای انسان از بین می روند. مثلا یک غیبت می تواند که تمام زحمت ماهی رمضان شما از بین برد. یک غیبت می تواند که همین رمضان شما را ثواب شد از بین برد. در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم صحابه نشستند، دشنام داد، فحش داد. جمعی صحابه نشستند، یک مرد دشنام داد. پیغمبر طبق خرما را در پیش همون مرد موندن گفتن تماول کن بخور، او روزه دارم، او روزه تمام شد. یک دشنام ثواب رمضان از بین میبرد. علما در کتاباشون اثبات کردگیم که 95% فاسد میکردگی ثواب روزه این همش ایزمون هست. نکه ما فقط گمان میکنیم که نخر نه آشام زن تچقه نشد، همین یک گمان میکنیم که مزون از بین میبردگی. نه عزیزو، اساسا 95% ثواب رمضان از بین میبردگی عملهای هستن که از زبان آدم میبرویم. دشنام، غیبت. این بزرگ گفتن میتوانه که غیبت تمام زحمت های شما را در رمضان و در غیر رمضان از بین ببرن. اگر گفته هر انسان غیبت کند، این بزرگ از استاداش روایت کرده، هر انسان غیبت کند، هر انسان فحشا کند، همین غیبت گناه کبیره یا نه؟ گناه کبیره غیبت. فحشا چی؟ یک کسی دشنام میتید. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ان الله یبغض الفاحش الغلی، پروردگار آدم بدزبان دشمن گرفتن، دشمن خدا بوده آدم بدزبان. اگر در مکتب رمضان بدزبانی را بس نکنیم، در مکتب رمضان غیبت را بس نکنیم، این رمضان حالی برای ما رمضانی بسواب نیست. این بزرگ روایت کرده که ای استادام شنیدم هر کسی که اگر غیبت میکنه و فحشا دشنام میتیند، 40 روز اعمال خوبه که داره همون ثوابش بر هدر میرود. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن کسی که عرق مینوشه خدا 40 روزه نمازش قبول نمیکنه.
نماز میخوانن لیکن ثواب ندارن. کسی غیبت میکنه 40 روزه عبادت چه خدا ثوابش برادر میکنه. کسی دشنام میداده همین خیر. حتی که گفته اگر کسی را غیبت میکرده انسان 40 روز گناه همون انسان را در گردن همین بار میکرده. ابولای سمرخانی در کتابش آورده اگر عملی خوب نداشته باشه، وقتی که عملوی ما را در او نویسن عملی خوب نداشته باشه، اونو با گناه های او را آورده در بالای یک گناه ما بار میکنن. رمضان این مکتب آدم ساز هست. کسی اگر غیبت میکنه، گمانی بد میکنه، روزه هاش ثواب ندارد. حتی که روایت شده بوده از حضرت سفیان ثوری، یک مرد حضرت سفیان غیبت میکنه در ماه شریف رمضان، گپای ناسزا در حق حضرت سفیان ثوری میگه. حضرت یک کرده و یک شلوار میخره، این قدر خرما در یک سبد میگیره و میره و در این انسان میزنه و در این انسان چیکار میکنه؟ در شهوی میکنه و سلام علیک میکنه، میگه این سر رو برای تای این شیرینی ها را بخور. گفتن چی من؟ گفتن 40 روزه ثواب نماز و روزه در من نوشتم و 40 روز گناهی من در تو نوشتم. هدیه شگی باید ما همین شعر اهمیتی هم عزیزا. غیبت حرام هست، گمانی بد حرام هست، دشنون حرام هست، اینا گناه کبیره هست. الله جل و علا شانه ایوحی با شما دوست میدارین، شما دوست میدارین ایان اکل لحم اخی، گوشت برادری مختونه بخره، شما دوست میدارین که گوشت خامه بخره. قرآن داستان حکایت میکنه، شما بیرون برو میده که در بیرون یک گوشت اصاده گوشت خامی بد بود، شما همون را خوده میتونه و کره تموهو میگه بینی تونه چینج میکنه میگریزه که من گوشت بد بود را نمیخورم. خیلی چه باید غیبت میکنه؟ چه باید گوشت برادر کنه میخوره باشم؟ چه باید گوشت برادر کنه شما تناول میکنه؟ وقتی که او را غیبت کنه، وقتی که شما خورد گوشت خورم خوردن در دیل دان میشوره، گوشت بعد بورا خوردن در دیل دان میشوره، چی با بورا میری تمامول میکنه؟ چی با باشم غیبت چه میکنه؟ چی با باشم با بروشا میریزه؟ چی با باشم در حقی و گمونی بعد میکنه؟ چی با میکنه؟ وقتی که دهان در رمضانی های فکر نمیکنی این اعمال را باید بس کنه، این اعمال های رزیل را از خانون دور کنه. گوشت بد بو و بو گرفتگی را چی میخره عزیزا؟ چی میخره گوشت بد بورا؟ درنده. چی میخره گوشت بد بورا؟ شغال. کی میخره گوشت؟ چی میخره گوشت بد بورا؟ کفتار، گیه نمیخره که اونها یک چیزهای مرغای هستن مثل کرگس نگیم و لوشخر را لوشخر میخره گوشت. گوشت بد بورا فقط لوشخر میخره. آدم غیبت کن لوشخر را گیه های طبیعتی ما لانم غیبتشیان در بین ما کسی غیبت میکنه عزیزا وای شغال های، در بین ما کسی گمانی بد میکنه وای انمون دوری کفتار های. هر جمعیت بر خود شیر داره، گرگ داره، مار داره، میمون داره، انمی خیلی جمعیت به این نمیشود، انمون لاشخرای جمعیت ما برادران انمون کفتار ها کیان انمون کفتار های جمعیت ما، انمون گیر جمعیت ما کیان شغال ها، انما آدم های از غیبت میکنند. زیرا رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام گفتن روز قیامت مرد زن را نمیارن پیش بینی شاید گوشت بد بوی گرفتگی، میگفتن کل بخو، میگفتن من خورده نمیتونم، میگفتن چه در دنیا گوشتی را خورده؟ او دنیا در پرهیز نمیکرده ای غیبت کو؟ او دنیا در یک بار از سخریان نمیگفتی کو؟ او دنیا در یک مراتبه نمیستادی کو؟ گمانی بد نکردی، غیبت شما کردی، اکنون این گوشتی باید بوری بد بورا میخری. آبرو را کی میرزونم؟ غیبت چی؟ آبروی انسان را کی میخراشد؟ غیبت چی؟ آبروی آدم را کی در زمین میزنم؟ گمان بد کنا ایاکم و ظن، ایاکم و ظن، سه بود فیغمارو پرعیز نکنی گمانی بد.
هر حس کنی از گمانی بعد، هر حس کنی از گمانی بعد. شبی برا بردن تماشا کردم مرد میره که گوش های اوها را برابر دی بجله که پاشون کرده گیان سرش و گوش هاشون بسته گیان. اونها صدا میزنن خلاص کرده نمیتونن. گفتم اینا کیا هن؟ جبریل گو که غیبت کننده های امت هن. ولی این عدلوی دنیای چی نیست؟ عدلوی الهی ده گوش برا برد بجله که گوت میکرده هن. طاقت دارم که همین گوش ما را در گوشهای ما رسد. گمانی با غیبه این حرام است، خصوصا در رمضان. عزیزان دعای آخر برای چی ما صدقه فطر میتیم؟ سوال میشود چرا ما صدقه فطر میتیم؟ برای همین غیبت های کردگی ما، برای همین گمان های بد کردگی ما، برای همین گوش ها ما قد غیبت شنیده همین رمضان رنگ داکه سفید در تنش داغدار کرده، رمضان شیر باری سفید سیاه کردیم تنشم. انا همین صدقه های فطر موقعی باید میشویم توازم میکنیم، میکنیم یک چند تن آدم ها غیبت ندارن. حضرت عمر پرسیدم که غیبت ندارن؟ حضرت گفت من القا جلبا والحیا و هو احد الفسقا لیس له الغیبه. کسی که از پرده حیا بیرون بروی باید فسقه. کسی که از پرده حیا بیرون براید و فاسق غیبت نداره. فاسق غیبت نداشته، ارغنوش غیبت نداره، روزخر غیبت نداره. هر کسی که خودش میبیاید گناه کردگیش در بین مردم رو تعریف میکنه و آدم غیبت نداره. بعد گناه را کرده خدا میداره اگه بجاش کرد چی با تعریف میکنی؟ زیناتا با چی تعریف میکنی؟ عرقوشی ها که با چی دوزی ها که تعریف میکنی؟ چی داره که خدا بجا کرده بجاش کنه که تمام نگو. این طایفه انسان ها غیبت ندارن. حتی امام غزالی در کتابش آورده که 16 تن انسان غیبتش به بوحه. یکی آقی پدر، یکی عرقوش، یکی روزخه، یکی فاسق، اینا غیبت ندارن. گفتن غیبت کی حرامه؟ غیبت مسلمان حرامه. برای مسلمان غیبت نکنیم. کسی روزه میگیره، کسی نماز ختم و غیبت شن نکنیم، گمانی بعد در حقش نکنیم. گمانی بعد کسی در حق کسی میکنه. عزیزا روز قیامت گوشتی بوی گرفتگی میبیارم میتیان شد. کی میتونه که گوشتی بوی گرفتگی را بخوره؟ غیر درنده هیچ کس نمیتونه. برای همین حضرت در کتابش آورده که شاید یک عملی که میکنی عملاتون رو بانی کنی، عملا رو حیف نکنی، نمازا رو حیف نکنی، ترابیحاتون رو حیف نکنی، بگیم بزرگ و سبب یک گناه تا یک عمال رسو میکنی سباباتون هم اشمه سوزا میرون. مدرامون جرمات کردگی دیگیم، کسی در کریستان زندگی کردگی باشه و بسیار جرگات کردگی هم یک خاشر جرگات هم میگیرن در یک دیک شیر میدوزن. یک خاشر جرگات یک دیک شیر رسان میکنن، یک دیک شیر جرگات میکنن. یک خاشر یک عملی هست که در درنی یک کاری ناشایست هم میگه در دری عملت میگن همه عملت هم سوزنن. یک خاشر جرگات 20 لیتر شیر رسان میکنن. این همین شوخی میکنی، یک از غیبت میکنی، شوخی میکنی، یک از دشنا میتی، یک غیبت گوش میکنی، در رمضان این مبارک یک گناه میکنی، ممکن 30 روزی رمضان سود رسو شود. ما این رو نمیدونیم، ما این رو نمیفهمیم. مردم همه بیا از پشت خانه های رسول الله صدا میکنن یا محمد یا محمد، پیش مسجد نبوی دارم یا محمد یا محمد، دوست زنانم ای محمد ای محمد، بیرون برو بیرون برو که سوره حجرات نازل میشود. سوره چی نازل میشود؟ حجرات. سوره حجرات اتیکه مسلمان هست. کسی تا در سوره حجرات خونده در زندگیش عملی نکنه و اتیکه اسلام ها نمیدونه، اخلاق اسلامی نداره. من آیه مبارکه نازل میشود، الله جل و علا شانه عمل این مردم ایران میکنه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم، یعنی ما آوازاتون بلند نکنه. چی شما آوازاتون بلند میکنه؟ ای آواز بلند کردن برکت میو خر میو. همین که آواز داره که ده کشلاق میخوام آواز شد،
آوازاتون رو بلند نکنی شما. شما اگر آوازاتون رو چیو لا ترفع الاصوات تکون فوق صوت النبی، آوازاتون رو پیش حبیبی من در بلند نکنی، آوازاتون رو نبرار داد زده. چی داد میزنی شما؟ چی بلند میکنی شما داد میزنی؟ اگر شما داد زنی و آداب رعایت نکنی، عملاتون همش بیکار میکنی. چی گوه الله جلال الله شما حبتت اعمالکم، اگر شما حرمت پیشه نمیکنه، اووز تما بلند میکنه، دل یک دیگری تما با اووز تما میخراشه، عملو تما بکر میکنه. نگه در باره زینو نگفت اگه زینو کنه عملو تما بکر میکنه. در باره ادم کشی نگفت اگه عملو تما بکر میکنه. در باره دوزی نگفت اگه عملو تما بکر میکنه. نکه گفت اگه نسبت یک دیگری تما به حرمتی بکنه، دوگ بزنه عملو تما بکر میکنه. عادی‌ترین کارو چیزایی هست که ما ایر نمیفهمیم. عزیزان، داد زدن خصلت مسلمان نیست. داد زدن برای مسلمان نمیزیبا. افسوس، اسلام پاکی که برای ما آمد، ما مردمی بدفرهنگ بدیم، فرهنگای ما بدای. یک کارایی هست که در خونی ما آیاخی. بیجاد اسلام گناهگار نمیکنیم ما. همین خطر بکش ملتی ما بخیله. همین بخیلی در خونی ملتی ما بسیاره. همه بخیلی داره، لیکن در ما کیفیت چه بالاتره. اینجا در ما اسلام را گناهگار نمیکنیم. اسلام به همون نورش آمده. آخه ما این خصلت را نپردیم نه اسلام های بر. بعضی کارهای هست که در خون ما این 10,000 سال شده آمده گرد. در زمان پیغمبری ما یهودی ها یکون داشت پیغمبر کش نبودن. یکون تیوه پیغمبر را نکشتیم. لیکن خدا او را پیغمبر کش میگرد. چون من تاریخ ملتی و پیغمبر را قبول دارم. بعضی مردم هم میبینید استوریش غلطه یا خیلی. اما منطقه را تاریخش غلطه. برای همین به وهم بکنی که اما در وقت شم خیلی بدن همیو شم هم کنی نباشم. برای همین اسلام دین بزرگ است، دین مقدس است. غیبت حرام میدانه، دزدی حرام میدانه. نگه در خون ما بعضی کارهای هستن که خون علیش کرده نمیشه عزیزا. اگر همین جوگی را کیسته آشه پوری پول کن با سری دسته کتره کن خونش بسته خونه را بلند کردن در کنه اخلاقه را بلند کردن در کنه اسلام آمده که ما را سازه گمانی بد حرام های عزیزو غیبت حرام های نسبت یک دیگری ما غیبت نکنیم نسبت یک دیگری ما گمانی بد نکنیم یک دیگری ما حرمت کنیم یک دیگری ما عزت کنیم چی گونه که فخر رازی دلیل آورده که یک قاشق جرات میتونه که یک شیر رسوا کنه ولی 20 لیتر شیر رسوا میکنه جرات میکنه یک عملی بده که ما میکنیم شاید تمام رمضان ما رسول آمد داد نزنی نسبت یک دیگری تا سلام کنی آغوش کنی احترام کنی نمیدونم اینا لرموتوف دارن، پوشکین دارن، حرکتی گایدار دارن او چرا دستادیر خود استیر ما را نشان میتیان ایما قرآن و سنت داریم ایما قرآن و سنت داریم ای کلاسیکایی که ما داریم که ای ملت اینا اینا ولی کلاسیکایی ما بیدار بدن در این ملت ها وجود نداشتن اینا ما در ادب نشان دادستیم برای اون که خونمون پستن ما خون داریم این کاری خون ایو کار اسلام نیست باید خونهای ما بلند باشه ما خون ما را بلند گیریم خونی ما باید روستاروز بلند شود خون که بلند شد آدم به دسته سلام میکنه خون که بلند که شد انسان اخلاقش که بلند شد مسجد داد نمیزنه مسجد شکری نمیکنه کوچه داد نمیزنه امروز ما چی قدر آدم های خون پس داریم اسلام تمامی سنم شمانده است اینه که نمیشه و جامعه اصلاح نمیشه و عزیزا چی با برای اون که ما دشوار تربیه ایم دشوار تربیه شدیم برای اون که در خون من چیزای پس بسیار های خونمون برادر رو اصلاح کنیم تا یکی آدم های خوب شدیم چی به امروز قرآن اینقدر کتاب مقدس های این ماه قرآن های سببش چیه مگه که مسلمان ها عقیب زدن چیه سببش؟ چی سبب های که مسلمان ها اینقدر عقیب زدن؟ چی دونه ای که در داخل قرآن چیزی که در داخل قرآن هست در طبیعت ما هست چیزی که در طبیعت ما خطر خلال نداره قرآن هم خطر خلال نداره
تورات و زبور و انجیل دیگر صحیفه ها برای پیغمبران نازل شدند، اونها برای یک ناحیه و یک دولت یک منطقه بدن، اما این قرآن برای تمام جهان آمد. برای چه مسلمان عقیق زدن؟ قرآن تغییر نیافتن، این مسلمان ها تغییر یافتن. مسلمان ها تغییر یافتن، مسلمان ها به معنی شدن، میگه صاحب این کتاب مسلمان ها، میگه قرآن دیگه فهمش نمیدانن. مسلمان ها در چرخ دیگر فرهنگ ها کلان شده زیان. قرآن تغییر نیافته، یکی از تغییر نیافتنش ظلم حلال یا حرام. در زمان رسول الله ظلم حرام بود، 1400 سال بعد با ظلم حرام های 10,000 سال بعد هم با ظلم حرام های. عدل انسان در زمان رسول الله حلال بود، در زمان ما حلال های 10,000 سال بعد با انسان بود عدل بود پای دارد. قرآن تغییر نمی یابد، ما تغییر یافته هستیم، ما آدم های به معنیش دستیم. چی سبب های میگه؟ یکون، برای آن یک زمان مسلمان ها دولت ساز بودن، مسلمان ها پشت دنیا را از عدل انسان پر کردن، بزرگترین شهرهای دنیا را ساز کردن، بزرگترین مدرسه های عظیم دنیا را انداختن، عدالتی اونها تمام دنیا در پهن شد، برای که تمام زندگیشان در قرآن بود، تمام زندگیشان در قرآن بود. اما حاضر چی؟ حاضر چی هم میگن؟ شو خوش نوره و سرای قرآن در میبینی بخوامن. قرآن ما جدا کرده، قرآن ما جدا جدا کرده، خیال میکنم که قرآن کتاب عجینه صرفیه. قسم به خدا مردم ما زم خیلی اخلاص را قرآن دار. من یاد دهم خون میگه شو خوب نبوده است. شو خوش نبره و می بیاید. اگر تولد نکنه بزنش و می بیاید. اگر اگر کسال شود و می بیاید. اگر اگر دختر شو تیان و دادت یک قرآن یک جوی نماز بیتیان. بعدی او شو کردن یک ما اونجا در نه زندگی قرآنی یا نه زندگی اسلامی. زندگی صحابه برای آن پیشنهاد میگه که تمام زندگیشان قرآن بود، سلامشان قرآنی بود، اخلاقشان قرآنی بود، آغوششان قرآنی بود، هدرداری قرآنی بود، همسایه‌داری قرآنی بود، قسم به نام خداوند همه زندگیشان قرآنی بود. در دنیا دولت داشتن کجا ما قرآنیه؟ یک بار شینم از برای خدا گردنیم کجای زندگی ما قرآنیه؟ یکم کدام قرآنی های اگر منح مرده ها مولا بندن و میگه مولا را بیار یخسی خونم انا میجه در قرآن باید زندگی میکنیم و میگه کفنش را خشتو پر را کنیم بعد میگه که فلان میگه ختمه بیاییم یا برای کنه که چیل سال و هفت شد و دیزن امروز قرآن خونیم همه این به سواب های میگه قرآن ما جدا کردیم چی شد قرآن؟ چی شد زندگی ما؟ کجا پیش کردیم؟ کجا پیش رفتیم؟ قرآن ایلین کردن، ایلین چرا میگم؟ پرچه 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 کردیم قرآن. در ابتدا میرم و دخترم میگم و قدیم یک ما دو ما سه ما یک سال زندگی میکنم و میرم و اصاقالی میشم و در اصاقالی میبیاد زندگی میشم یک سال دو سال از بین میگذرم بعد میبیایم پیش دنبال میگن که در اساس شریعت کاری ما را حل کرد. 5 سال 4 سال به شریعت زندگی رفته سر و شریعت چی کار کنه باید دیگر؟ همروز با طلاق میشوند یا زن خیانت میکنه ایوان کار میشوند از بنیاد زندگی همون اسلامی نیست آخری کار ما به اسلامی میکنیم. قرآن را پاره نکنه، قرآن را پاره نکنه. برادر و جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن سیاتی علی امتی زمانون وقت فرا میرسه برای امتی من که قرآن خار میکنن من اونا را خار میکنم. با میرسه زمانه که اینا قرآن در میچستن زندگی میکنن که من اینا رو بلغ میکنن. روب تالیم قرآن ول قرآن و یلعنه. زمان فرا میرسه بسیار آدم ها که قرآن هم میخونن اگه قرآن لعنت شون میکنن. گفتن کیا ای فرستاده ای خدا؟ گو آدم هایی که قرآن ایلین میکنن، پاره میکنن. قرآن سراغش که میرون شاو خوب نبوده سایی کودکم شب گیره دارم، زنم شب گیره میکنم، عجینه هم همون دادستیم گیره برای در تک چودر جا قرآن مونه یا قرآن هم میبنن، اتک قرآن میگذارن قرآن هم برای این وسیله ها استفاده میبرن و میگه چرا جامعه بلند نمیشون.
اخلاق قرآنی نیست، پدرداری قرآنی نیست، مادرداری قرآنی نیست، مسجد سازی قرآنی نیست، سلام علی قرآنی نیست. این صحابه برای او بلند شد، وجود زندگیش قرآنی بود. عزیزو ما در کار نیستیم، عضوهای قرآنی که زبان وقتی جامعه پروای قرآن ندارد، برای ما در کار نیستیم. وقتی که ما بگویم که بیاید آزمون قرآن که زبان ما قاری ها را جمع کنیم، وقتی اخلاق قرآنی نیست، جامعه ها قرآنی نیست، زنان قرآنی نیست، در کار نیستیم. ما داخل قرآنی قرآن باید ما پوره نکنیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکتر رو بسیاری آدم ها قرآن را میخوانند، لیکن قرآن اونها را لعنت میکنند. چی خیلی لعنت میکنند؟ فرستاده خدا اینا قرآن را پارچه پارچه میکنند. نه نگذره قرآن خونی، نگذره رقیه خونی، نگذره برای دیوان را خوندن، این نگذره. لیکن قرآن برای همه اومده. اگر قرآن برای این نیومده عزیزم، اگر قرآن را پاره نکنیم، یکم انا همین سبب باشد. دویم اونها گمان کردن که قرآن مثل یک کتابه که در یک زمان برای پیشروی مردم در کار بود، بازی در کار نیست. مثل کتاب من ابوعلی ابن سینا، یک زمان در این کتاب دنیا را نجات داد، جهان انسانیت را در طب نجات داد، لیکن این زمان طبی خاکی پیش را بود کتاب دیگه کسی من خواهد. اینا قرآن را گمان خیلی کردن. مگه کی کردن اینا؟ اما همون مردمی که ای سر دسترخوان مسلمان، ای دامن مادر مسلمان، ای پشت پدر مسلمان به دنیا آمده، او را همی خیلی تربیت کردن دشمنای قرآن که خودشان قرآن رسول کردن. امروز ما چقدر اتهیست ای سری دسترخوان مسلمان رو بردیم، چقدر آدم های رو بردیم که زید قرآن خود ما رو ندارم فرزنداری خود. برای همین ما قرآن رو باید ازین نکنیم. ازین چیه؟ پارچه پارچه نکنیم. قرآن ما باید پارچه پارچه نباشه. تمام زندگی صحابه قرآن بود. میگم قیصه میکنه حیات صحابه را در دارالمنصور، حضرت عبدالله ابن مسعود میگه صحابه میامد ده آیت از یاد میکرد، بعد از او ترجمه او را میپرسید، بعد از او سبب نزولش میگفت، او را میآورد، بعد از این همون ده آیه را در زندگیش جاری میکرد و از قفای ده آیه دیگه میشد. انا این میگه حال صحابه، انا این بود میگه فرهنگ صحابه، انا این میگه اخلاق صحابه. ده آیه اقلا همین سوره ارحم از یاد کنیم، سبب نزولش خواهیم که برای چی آمدن، ترجمه‌ش را یاد گیریم، در زندگیمون عملیش کنیم، با از قفای هفت آیت دیگه شویم، حیات صحابه تکرار می‌شود. قرآن هم اگه اینا ازین کردن، اینا پارچه پارچه کردن قرآن هم. قرآن هم که پارچه پارچه کردن، برای اجنه سرکنی گمانش کردن، برای جینخانی گمانش کردن، برای یکان مرگ مرده گمانش کردن، در این ثواب هست، رحمت هست، اگه مقصد قرآنی نیست میگه سوزان. مقصد قرآن دیگر چی هم میگه؟ مقصد قرآن اینه که قیم این میگه، قیم از قیام میگیره، یک کس که از تگی کش گیره راست تود کنه، این عرب میگه قیم. این قرآن کتابی از آمد که شما نه تگی کش را گیره راست کنه، شما را برداره، جامعه ها را بلند کنه، سویه ها را بلند کنه، اخلاق را بلند کنه، آداب را بلند کنه. برای این اومد میگه این قرآن. این قرآن برای این نیومده که همون روز مرگ و مرده شد تو ایره بیاری برای همین باشه و خلاص. خیلی بخشی در ثواب هست، برای بیماری شفا ثواب هست. اینه پارچه پارچه کردن نکنه میگه قرآن. صاحب تفسیر معاصر میگه قرآن را شما یکل گمان نکنه. قرآن اصلا بینید که چی بخشا را در بر میگره. یک ریبا ایره که قرآن آوردگی هست، در این یکان کتاب آسمانی ما این خیلی بخش اقتصادی رو نداریم که دانه دانه جدا کردگی باشن، ما نداریم. میگه که یک بخش ریباشه که چطور بحث میکنم، یک بخش قیله داریش، یک بخش زندگی داریش. حضرت حسین موعظ کاشیف در همین تفسیر حسین یشبه بیارم، میگه اولین حرفی که کتاب آسمانی ما سر میشه به حرفی چیه میگم؟ اوی میکنی یکی بسم الله رحمان رحیم. اولین حرفی که این کتاب سر میشه به حرف بیای، آخران حرفی که این کتاب تمام میشه به حرف چیه میگه؟ من الجنتی و الناس. آخران حرفی که این کتاب میگه تمام میشه حرف سه،
اگر ما سیر کنیم در حال چی میگیم؟ زندگی در بسای حیات، در بسای زنداری، در بسای تجارت، در بسای زراعت، در بسای همش در بسای میگویم. چون میگید سراغ هر جا رفتن؟ باید ما فکر کنیم و کدام کتاب زندگی کنیم. کتابی که مولا میگه بسای تانم، سیر شوید بسای. ایگم سیر کنی بسای، یه آدم بسیاری بر سیر شوید نمیگه بس کرد. همین کتاب در زندگی تان بسای میگه. این کلاسی که ما بسای موعیدی کشیم 500-600 سال پیش این مسئله را برای ما گفتستم. ما در بسای، لیکن ما قرآن اقلیم کردیم. قرآن ما پرچه پرچه کردیم. قرآن ما دونه دونه کردیم. قرآن ما آورده خون محدود کردیم. برای دواخانی ها من ثواب هست، رحمت هست. برای مرکه ها من هست، ثواب هست. و برای چی؟ برای مقصد اگر آن دونه دونه کردیم. وقتی قرآن مونه که ما خون محدود کردیم، دونه دونه کردیم، پس ما در 90% زندگی ما در دیگر نفتی بلیس آمان. ای کجا پیش رو جمعه بود؟ اهل قرآن تا به قرآن باز نگردن باور کنیم ما یک باره زندگی ما بر بشنیم. همه چیزی ما در صحابه باره زندگی در باشه قرآن. اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت برحمتک یا ارحم الراحمین.